این جرم سفید رنگ انسلادوس است، یکی از چندین قمر سیاره زحل. کوچک، یخی و درخشان ترین جرم منظومه شمسی. نتایج یک مطالعه تازه از وجود یونهای فسفر در اقیانوس زیرین این قمر خبر داده. این یونهای فسفر ممکن است نشانه هایی از توانایی برای شکل‌گیری حیات در انسلادوس باشند. یونهای فسفر در ترکیب‌های اسیدهای آمینه وجود دارند. این اسیدهای آمینه عامل شکل‌گیری حیات زمینی هستند. انسلادوس از 25 سال پیش کنجکاوی دانشمندان را به خود جلب کرده بود. فضاپیمای کاسینی برای پاسخ دادن به همین کنجکاوی راهی زحل و اقمار آن شد. با نزدیک شدن به این قمر اقیانوس یخی آن ظاهر می شود. پژوهشگران می گویند در زیر این پوشش یخی اقیانوسی از آب شور قرار گرفته. اما آب شور اقیانوس بعد از عبور از پوشش یخی انسلادوس به سطح می آید و با فشار به جو فوران می کند. همراه با فوران آب شور قطعات ریز یخ هم تا ارتفاع چند صد کیلومتری سطح قمر منتشر می شوند و دوباره به سطح آن باز می گردند. همین فوران و بازگشت قطعات یخی است که باعث درخشندگی انسلادوس شده. فضاپیمای کاسینی با عبور از حلقه‌های زحل توانست به نمونه‌های از یخ فوران شده در جو این قمر دست پیدا کند. تحلیل داده‌های کاسینی نشان داده در فوران‌های یخی بخار آب، دیوکسید کربن و ترکیبات عالی وجود دارد. حالا کشف ترکیبات حاوی فسفر به عنوان نشانه دیگر از توانایی انسلادوس برای شکل‌گیری حیات تعبیر شده. گرچه غلظت فسفر کشف شده در این قمر 100 برابر غلظت ترکیبات فسفری روی زمین است، با این حال بدون فسفر حیات روی زمین هم وجود نداشت. پژوهشگران میگویند سوال بی جواب این است که ترکیبات فسفری چگونه قادرند در محیط قلیایی اقیانوس آب شور انسلادوس باقی بمانند. یک نظریه این است که ممکن است ترکیبات شیمیایی غلیظ در این قمر به تدریج به تعادل برسند و حیات فرصت ظهور پیدا کند، مشابه آنچه در گذشته سیاره زمین اتفاق افتاده. اما فعلا خبر مهم این است که کنجکاوی پژوهشگران درباره درخشان‌ترین قمر منظومه شمسی بی مورد نبوده. هماین خیری، لندن.